ببینیم چند وقت این خونه خالی بوده؟ اصولا تو کافشاپا تخم مرغ سرو نمیکنن. ولی اگه حاج آقا نوری دستور بده ما واسه شون املت هم میزنیم. سلامتی حاج آقا، سال حاج خانم هم تمام شده، شما مشکل در باریزن. حاج آقا قصد تجدید فراش نداریم؟ صفونه خانم هایی چیز دیگه است. هرچی خدا بخواد. هیچی نداره اتفاقا. آجا هم کنه تبلیغه، همش هم این تورهای خارجیه. نمیدونم این سفره رو کی میره. این کارشون هم این بغله مونه، نمیتونیم بریم سر به خونه آدم رو بزنه. وقتی شما برمیشن ببخشین آقای امیر وفادار داری؟ خدا من یه بسته سفارشی داریم از کاشانه. لطف کنی اونجا رو هم امضا کنی. اینجا رو مرسی. هنوز خوابی تو؟ باشو دیگه مسعود، مسعود با تو هم بلند شو. باز دوباره این در رو باز گذاشت. مسعود بلند شو. گن زدی به اینجا دوره تو لیوان خاموش کردی ها؟ صد دفعه بهت نگفتم تو لیوان خاموش نکنی سیگار تو. بلند شو مسعود. مسعود چه مصیبتی داره من دست اینا. با مسعود هر صبح یه ساعت واسه روزه بخونم. با بلند شو برو سر کار کاسبی دیگه. مسعود سری تلفن. خب مسعود جون امیر اذیت نکن دیگه. پاشو میگم ساعت 10 خوابه. باشه. اوه یومین کیوان داره اینجا رد میشه میاد یه سری بزنه. واه خر بیار باقالی بار کن. پاشو اون خرابمو نکن. مایده‌های زمینی چند؟ درسی، کمک درسی، داخل پاساژ. بله، کتابی؟ بله. سب کن. کتابای درسی داخل پاساژ. شاهکار آندرزیدو باید بدون سانسور خوند. این چاپ اصل اصله. چند؟ داخل پاساژ. این 10 تومنه، اون 4 تومن. این که نه. باشه. میبرم. هر جمعه. کتابای دانشگاه، دبیرستان، هنرستان. 8 تومن خیرشو ببین. نه 8 تومن نه نمیشه. 8 تومن خیرشو. درسی کمک درسی داخل پاساژ. باشه باشه. آقای دانشگاه دبیرستان. سیاوش سیاوش جان حواست این بساط من باشه، من الان میام. باشه باشه. برو داخل پاساژ. تهرانو که بگردی
مثل زرژیک با انصاف پیدا نمی کنید. نه که من بگم، از همه کسای محل بپرس، هرچی همان خریدی، هرچی همان خریدی ببر قیمت کن. ارزون تر پیدا شد مال خودم دو برابر قیمت. خوبه؟ مادام ساعتشو دیدین؟ بله، واقعا قشنگه. مادام پسندیدن، هیانالی، هیانالی، ببینم مولا بردی چهار جا نشون دادی؟ قیمتشو پرسیدی یا نه؟ اعتماد کردی؟ خب حتما اعتماد کرده که دوباره زنگ زده. بله گرنش خانم، اعتماد قوت قلب مشتریه. واسه ما دست فروش هم اعتماد بهترین سرمایه است. مثلا گرنش خانم شما گرنش نه بابا، مهنوش. ها مهنوش، ببینید شما این عطرا رو ببین. سرژی با که عد نخواسته بودیم. اونم به چشم فندک هم آوردن. گرنش خانم این دوتا با هم چه فرقی داره؟ هیچی. اینو نگاه کنین، اصل و بدل از اینجا معلوم میشه. ببینید گرنش خانم، این بارکدش 31 خط، یعنی Made in France هسته. فایده نداره، فایده نداره امیر خان. 10 بار دیگه هم عوضش بکنی باز همینه. هرچی ماشینی شد خراب شد. جوجه ماشینی شد خراب شد. نون ماشینی شد خراب شد. ماشین ساخته به این بزرگی ولی چی؟ مثل سریدوزی میمونه. پش قهوه، پش کف. آقا جو قهوه باید خودش کف بکنه. بله شما درست میفهمید. امیر خان یه دقیقه بشین. نه جناب سلام، من اینجا کار دارم، یه چند دقیقه مشتری ببینم. ماله بل... تو اجباری رفتی؟ بله. سربازی؟ نه من رسیدش دنبال کاری معافی هم بگه به خاطر سن بله. لازمه بری، باید بری. بله. باید بری. بشین یه دقیقه، بشین سر من یه دقیقه بشین. قهوه درست کردنم مثل هر کار دیگه یه لمی داره، مثل تفنگمونه قلق داره. یادم میاد اون ماها توی پادگان یک سروان داشتیم از اون قهوه خورهای حرفه‌ای. این جام سروانه با یک قهوه جوش قرازه و یه چراغ فتیله‌ای چنان قهوه‌ای درست میکرد، چنان قهوه‌ای درست میکرد که عطر و طعمش مدهوشت میکرد. البته قبول دارم به کیفیت قهوه هم بستگی داره، برزیلی باشه، کوبایی باشه، آرژانتینی باشه. این خاگرهای سیاه که قهوه نیست. امیر جان یه زیر سیگاری میاری بالا یه سیگار بکشین؟ خیر زیر سیگاری نمیبری بالا. آقا جان شما میخواید کاهدود را بندازید بفرمایید تو پارک، اینجا مکان عمومیه. زیر سیگاری نمیدی بالا؟ جناب صاحب من با عزتون برم به کارم برسم. برس به کارت، اینجا برای چی نشستی تو؟ برو برس به کارت. برو عزیز من، برو برو. بفرما قبول، کیکتون آماده است. ممنون. ببخشید اون ساعتتون درسته؟ آره دیگه 5. عصرتون بخیر. بفرمایید. چی میل داریم؟ مرسی. شکلات داغ لطفا. مرسی.
امر دیگه؟ خیلی ما بله به این تشریف میبریم؟ آره دیگه چی کار کنم؟ میدونی؟ این عروس من همچی که نیم ساعت دیر کنم زنگ میزنه به پلیس. میگه بابامون گم شده. خوش به حالتون که اینقدر دوستتون دارم. قابل شما رو ندیده. قربان شما. خیلی ممنون. خوش اومدیم. دنیا خیلی عجیبه خانم، خیلی. اونقدر که گاهی آدم رو تکون میده و شما منو تکون دادی. آخه مگه میشه؟ صبح به وقت اونجا من با شما صحبت کردم، الان یک ساعت و نیم بعد تو اینجایی. بعد 15 سال اونم از کجا؟ یکم دیر نکردی؟ رفته بودم فرودگاه. بفرمایید. آره اون از ناخون گرفتن چندشش میشه. نمیذاره ناخون. دخترم برگشت. واقعا؟ بله. الان دارم از فرودگاه میام. مگه تو دختر داشتی؟ آره. اون که ونکوئل بود. آقای ناطقی. دختر جناب سرهنگ برگشته. باید داد بزنی. اگه سمکش نباشه صدای باد خودشان نمیشنوه. چشمت روشن. و چرا به ما نگفتی؟ بذار من برم پایین برگردم همه چی رو برات تعریف کنم. همش خیاله. رفت اون پایین فکراشو بکنه، اون وقت بیاد اون بالا هر چی میخواد بگه. نه راست میگه، دخترش ونکوئر عکسش هست؟ منم دیدم، میدونم، اما محاله بیاد، محاله. آخر جناب سرهنگ چه نیازی داره دروغ بگه؟ من نمیگم دروغ میگه، من میگم خیالاته. مگر همین میرپور خدا بیامرز نبود؟ هی میگفت پسرم برگشته، پسرم برگشته. کدومتون پسرش دیدید؟ کی از اینجا بیرون رفت که بگیم با پسرش بوده؟ اینقدر با باورش زندگی کرد که دیگه طاقت حقیقت نداشت. از خال زنک بازیتون گل کرده؟ میگم اون برگشته؟ خیال نیست. بکن لباسم رو بکن. تمام بغلم بوی عطر اونه. دست بزن به سینم، هنوز خیسه. چون سرش رو گذاشته بود اینجا. ای گریه میکرد. تمام فرودگاه ما رو نگاه میکردن. دست بزن. چرا دست بزن؟ ببین خیسته، دست بزن. راست میگه خانزا.
نم داره. رفتی دستشوی خود چه خیس کردی؟ آخه یا دخترش از کجا پیدا شد؟ تو که میخواست دخترت بیاد چرا به ما نگفتی؟ باور نمیکردم بخواد بیاد عالی جناب. پیش بشی که میگفتم که چی؟ میرفتم فرودگام باور نداشتم هنوز. پس چرا اومدی اینجا جناب سرهنگ؟ بعد از بوقی که دخترت اومده یه امشبی نمیخواستی پیشش باشیم؟ اینو راست میگه سرهنگ. اون که اینجا جایی رو نداره. منم که باور نداشتم یه جایی رو براش تدارک ببینم. با فامیلای شوهرش رفت شیراز. الانم که نمیشد باهاشون برم. حالا یه جایی رو تدارک میبینم تا برگرده. نه نشد. کی میاریش اینجا؟ خب من نمیگی اومده. بیارش ما هم ببینیمش. راست میگه سرنگ. خب دلخوشی ما چیه؟ اینه که جمشیم دورم. اگر اینجا برات سخته ما میایم هتل. خوبه؟ یک شب هم که شده ما یه غذای درست حسابی میخوریم. مردیم اینجا از بس غذای رژی میخوردیم. خب بالاخره کی؟ وقتی از شیراز برگشت. سرهنگ، سرهنگ. بله. دست پره. یعنی چی؟ منظورم اینه که پرمول نمیخوای. به هر حال مهمونته. تعارف نکن. نه دارم. این هم که همش دلقش بازیه. کیایی اون رادیو رو بردار بیار. یا بیا این ماهواره رو بگیر شاید چیزی نشان بده. توی؟ شام درست کردم، نمیای؟ چرا نمیام؟ جامبون گوشت با کتلت. یه فندکی نو بخیر خودتا راحت کن دیگه، همینجوری تق تق میکنی. فندک و بی خیال. امروز ببینید کیو دیدم؟ کیو؟ هانیه شفق و. جدی میگی؟ چیت کردی با ما؟ جلو بساطم واسده بود کتابم رو دید میده. تو این سر بساطت نبودی؟ رفته بودم یه قرآن آتاس خالا بگیرم. اگرش این از دور دیدم واسده جلو کتابم. از جلو نرفتی؟ از چی که رفتم؟ رفتم جلو کلی هم با هم گپ زدیم خندیدیم. نازی بود تو خیامون به حالش کنم. فرداش هم میاد کافی شاپ. جون امیر جدی میگی؟ داغم. من با این سرواز برم جلو چی بگم؟ حوض وسط دانشگاه یادت امیر. سه اولی که دیدمش دستاشو کرده و تو جیب من داشت. ای دارم موزه میچرخید. خودش شبیه ملی استرش میکرد. ولی تو خیالش سیمین دانشور.
آره هی دختر خوبی بود، تو هم حیف شدی. روز دانشگاه کاشی های قابی سوار های همیشه بسته، هانی شبقه دورش میچرخی میچرخی سیمین دانشگاه بودو منم جدال آلم خان دستشوی آزاده؟ خیلی خوب. گفتم آزاده. شکلاتی داغ. امر دیگه؟ ممنون. بایسته. سلام امیر خان. سلام جناب سرهنگ. خوش اومدیم. قهوه من آماده کن. چشم، همین الان. دست درد. آخه. تو هنوز دستشوی مغازه درست نشده؟ آخه نشد. از خودت باشه که درست نمیشه. چای مستره رو الان کلی قیمت پیدا کرده. جوون این چیزا رو نمیفهمه. طلا ساز و طلا فروش با هر نفسش کلی گرد طلا فرو میده. کجا پس میده؟ اونجا. این حرف زدنت حال آدمو به هم میزنه. حال آدمو به تو چه؟ یکی دو ساعت بیشتر طول نمیکشه. قبلش هم با هم خوب تمرین میکنیم که اونجا مشکلی پیش نیاد. نه من از این بازی خوشم نمیاد. بازی؟ کدوم بازی؟ بازی نیست خانم. این خریدن آبروی یه پیرمرد تنها و مستحصله. ببینین اگر شما نیاین من آبروم پیش اون پیرمردا میره. شما خودتون برای خودتون یه مشکلی به وجود آوردین. حالا از من میخواین که حلش کنم؟ معذرت بخوام. نمیتونم. جناب سرهنگ، قهوه‌تون آماده است. نه آقا جان. هر چی فکر میکنم نمیشه. این کار من نیست.
یعنی شما نمیخواییم به ما کمک کنیم؟ عزیز من، شما چرا متوجه نیستید؟ عقدی که در آن پدر رضایت نداده باشد باطل است. حاج آقا، پدرم داره زندگی منو به خاطر خودش تباه میکنه. من که نردبوم ترقی اون نیستم. خب حاج آقا، منم آدمم، دلم میخواد با کسی که دوستش دارم ازدواج کنم. گناه که نیست. خانم جان، شما عاشق شدید، من باید تاوانشو بدم؟ این رضایت نامه جعلیست. میدونید جعل سند یعنی چی؟ یعنی دردسر، یعنی پلیس، یعنی دادسرا، یعنی بسته شدن دفترخونه. شما میتونین بگین که جعلی بودنشو تشخیص ندادین حاج آقا؟ فکر کنم اونقدر خوب کار شده که حرف شما رو قبول کنن. ما هم زحمات شما رو بی اجر نمیذاریم حاج آقا. این حرفا چی آقا؟ تازه گیرم که من قبول کنم، عقد بدون شاهد نمیشه. خب شاهده هستن تو ماشینم، بگم بیان. سه تا مرد لازم، دو تا شاهد، یه معرف. حاج آقا یکیشون خانومه، نمیشه؟ به جای هر شاهد مرد دو شاهد زن لازمه. گفته باشم؟ کسی ندیدم این شرطو بتونه انجام بده. اگه دادی من همسرتو، اگه ندادی جونت مال من. فوری 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 گفت باشه. ازتون داشتم، خواهش میکنم بفرمایید. فقط نمیدونم چجوری بگم. بگو عزیزم. راستش نمیخوام مزاحمتون بشم، ولی میشه ازتون خواهش کنم شاهد عقد من شید؟ شاهده؟ علیکم السلام. بفرمایید حاج آقا. اینم شاهد، تو همین کافی شاپ روبرو نشسته بودن. بله بله. خدا خیلی لطف کردین. ببخشید ما مزاحمتتون شدیم. خواهش می‌کنم. چیکار بکنم؟ های سعیدی، جناب آقا لطفاً شناسنامه خانم رو بگیرید، مشخصاتش رو وارد کنید. چشم. شناسنامه؟ شناسنامه تو داشبورد ماشینه. می‌خوای من برم بیارم؟ شما؟ شما زحمتش رو بکشید. آره باشو. ماشین کجاست؟ یه ماشین سفیده. دزگیرش رو که بزنین متوجه میشین. باشه. بفرمایید.
دبیرستان. بهش میگم آخه با غیرت با مروفت همین دو هفته پیش خریدم، گوشت و شیر نیست که نخرم بابا، داروی بچه‌مه خب از دست میره، مگه دوست نداری برو جای دیگه بخر؟ منم اینقدر عصبانی شدم بهش گفتم خیلی پستی، هر خندید گفت موسی یا جوش نزن، اگه جای اون بدبخت بودی که واسه داروی بچهش کلیهش و فروخ چی کار میکردی؟ میدونی منم بهش چی گفتم؟ ها؟ عمیر آقا جون مگه من چی کارم که بخوام تکلیف لیلا رو روشن کنم؟ خب دایش که نیستم که. چی؟ آقا جون شوهر کدومه؟ شما واسه خودتون همینجور داریم میبارین و میدوزین؟ قول و قرار آقا جون، بابا ما تو بچگی نفهمی که چیز اومدیم گفتیم، اصرار خودتون بود یادتون رفته؟ شما خودتون همیشه میگفتین حرف نشخوار آدمی زاده، حالا واسه من حکم سند پیدا کرده؟ نه دیگه، واسه من حکم سند پیدا کرده دیگه، نه؟ کدوم قول و قرار آقا جون؟ نه نه آقا جون، من عوض نشدم، میدونین چیه؟ من اصلا عوضی شدم، خوبه؟ آقا جون، الو بابا کجایی تو دلمون رو گید؟ چی حرف میزنم؟ یه دونه از اون فندک ها تو هم بده. آی فندک خوبه، اما واسه همسایه چیه؟ تو چرا ماتم گرفتی؟ این ریختی شدی؟ جرأت ندارم بزنم زیرش، حالا ما آدم دارم واسه زندگی من تصمیم میگیرم، وقت من خسته شدم دیگه، به خدا صبح تا شب دارم اینجا مثل خرج رو میکردم که بیا همین واسه خودشون میبرن میدوزن. اون تو بچه که ما خر شدیم یه چیزی گفتیم، پس برای تلقش بدم خوبه؟ به خدا همون موقعش هم ترس بابام بود، مگر نه من خودم به خدا دیگه بریدم. زندگی مثل بازی تخت نرد میمونه، این که تاس چند بیاد دست ما نی، اما هرچی اومد باید خوب بازی کنی. الو آلیس، ها لاوست، مهم اینه که تنت سالم باشه. الو آلیس، راستی یادم بنداز یه بار ماجرای عروسی خودم رو برات بگم. خداحافظ. الو آلیس،
تکون نخور یه دقیقه دیگه. چی کار کرده سک پدر؟ خود دعوا کردم دعوا داشتی نازم کنه. اون پر روازی هایی که من در آوردم شانس آوردم اینجا سالم گذاشتن. سب کن نبودی ببینی امروز یه ماشینه زد یه جوانه جلو کافیشاپ لط و پار کرد. جوانودی چی کار میکردی؟ مرد؟ نمیدونم داشتم این بردنش درمگاه که هنوز زنده بود. اگه خیلی درد میکنی خوابی برای درمانگا؟ نه بابا خوب. مسعود میخوام واسه هم یک کاری بکنی. ها؟ خوام زاغی یکی واسه هم بزنی. کیا؟ که همش داری یک کافی شب زنی هم ها؟ عاشق عاشق شدی؟ نه بابا عاشق عاشق هاشتو ببینم بسی کاری ازت خواستیم تو آقا تو هم هی واسه ما چونه شنابی یک کلمه بگو چش دیگه باشه باشه بسی تو بذار رو اینجا رو کردم چش هج دایی دست ده نکنم. ما رفتیم. مسعود اون قضیه حل دیگه. قضیه؟ من... ببین من ساعت 5 میام اردوش کافی شاپ. دختر خواست اینجا پاشو بذاره بیرون. بعد کافی یه تکسنگ به من بزنی. تا تایی آمارش رو برات در میارم. پس مطمئن؟ مطمئنه مطمئن بس. آب جوش یه ساعت پیش آب جوش بردی که تموم شد؟ آره مشتری خانم تو مغازه ها؟ از کجا فهمیدی؟ از اونجا که فرستاده دنبال نخودسی ها نخودسی ها نه آب جوش خیلی خب بابا گفته بود اون چیه؟ اون که کاپوشونو میکر خب باش چی کار میکنه؟ باش آب هویج میگیره آب هویج بگی برو داری بیرونم میکنی؟ عزیزم دارم بدرقت میکنم مواظب رفتارت باشا آقا میخواد اینجا از آقا کیوان بخره وقت ما میشیم رئیس اینجا تو میشی کارگر ما وقت میزنم تو سرت دانه ها
هنوز تو فکر تصادف دیروز هستیم؟ آره، جوانکی بیچاره پاک ناکار شد. معلوم نیست الان تو کنج کدوم بیمارستانه. مدارک و شناسنامه‌هاش هم هنوز تو دفتر پیش منه. راستی یه خانومی دیروز اومده بود شاهد عقدشون باشه. میگفتن از مشتری همین کافه است. میشناسی شما؟ نه، بعضی روزا میاد همین بالا یه چیزی میخوره، فقط در همین حد. چطور؟ بفرمی؟ بله بفرمی؟ سلام. نه فداتشم، نه عزیزم، نه خانم، اصلا فرصت ندارم. خودت برو اونجا انتخابتو بکن، پسند کردی فردا برو خونه. آره آره، ما چکشو میفرستم برای مرادی. باشه عزیزم، باشه خانمی، اصلا هر کاری دلت میخواد بکن. خدافظ. افریته بابا، اینقدر که آب میخوری میدهش توی کافی شاپ امیر نا دیگه. باریکلا، تا حالا فکر میکردم حساب شکم ما دست مسراب اوناست. نمیدونستم جناب علی هم دقیق عمل میکنی. سرت به کار خواهد باشه فضول. سلام از بنده است. خیلی خوش آمدین. مرسی. احوال شما؟ خیلی ممنون به لطف شما. بنده با تمام وجودم در خدمت هم جا. پلاک ونیکات داریم؟ ونیکات؟ ونیکات که دیگه مشتری نداره. در عوض اینجا پلاک های خیلی قشنگی داریم. برازنده خانم قشنگی میشون. خیلی ممنون. خانم مرسی. اجازه بدید. خیلی ممنون. آخه من ونیکات میخوام. مرسی. بسیار بفرم. خواهش میکنم. خواهش میکنم بفرم. بنده گفتم الان نداریم، ولی اگه شما بخواید حتما براتون آماده میکنم. قضیه اینه که منم برای فردا صبح میخوام. مرسی. بفرم. خواهش میکنم. ما تاله نذاشتیم هیچ خانومی از اینجا ناراضی بره بیرون. خانم من در خدمت هستم. شما فقط وزن و طرحش رو مشخص کنید. بنده حتما اونو آماده میکنم. در خدمت هستم. یه لحظه اجازه ببخشید. آخه وزن و طرحش رو بنده مظفر بلالی پور هستم. دوستان موزی منو صدا میزنن. بفرمایید موزی. بازو درشو. پسر بفرمون فلسکو از این کافی شاپ آب جوش کن بیار. آب جوش داره، تازه گرفتم. خالیش کن تو جوب دوباره بگیر. بفرمایید ولی. مرسی. خیلی. طرح و وزنشو بفرمایید. طرحش که خیلی ساده دیگه. نمیخوام خیلی مثلا نستعلی و گرنجوشی باشه. بله، بسپاری به خودم. موزی با سلیقه خانمای زیبا آشناست. بفرمایید. نه، نه امیر خان، نشده. زود از رو آتیش ورش داشتی. درست پخته نشده، عوام نیمده، قیماقش هم در نیمده. قهوه رو باید سر یه بزنگایت رو آتیش برش داری. میخواییم براتون عوضش کنم جنم سرعی؟ نه نه نه، همینو میخورم. یادت باشه واسه دفعه بعد. بله، نوشه جونتون.
فیروزه اصل ایران. خیلی قشنگه. یانالی. راست میگه یانالی بخره. یانالی چیه؟ سرجیمی چی میگه؟ اصلا یانالی چیه هی میگی تو؟ یانالی. یانالی یعنی خوب، قشنگ، عالی. مادام بپسنده. ببینم چی نظر ماته. ماته. خب برای اینکه سنگ از تو معدن در اومده، این هنوز سیقل نخورده، کار نشده، باید مات باشه. پس حالا باید کار بشه با وایسا. یعنی باید ببری کارگاه روش کار کنی؟ آه باید رو کارگاه کار بشه، سیقل داده بشه. شما نگاه کن این اولش چطور بود، حالا چطوره؟ ببین ببین اصلا بکن دسته. دارم میبینم. نه بکن دسته، جلوه تو دست معلوم میشه. بکن. آه یانالی، حالا این چند میارزه؟ چه میدونم، من که نمیشناسم. نه شما خودت یه چیزی حدس بزن چند میارزه. اصلا 300-400. ها 300-400. 150 مال شما. نه بابا مال شما. سریک به من بگو این چند قیراته. قیرات؟ نیم کیلو سنگ قیرات کدومه؟ ببین نیم کیلوه. نیم کیلو؟ بیانم قابل نداره. مهمون باشی. من همیشه مهمون شما. ممنون. خیلی خوش اومدی. به خاطر خواص انرژی نمیدونی. من که اصلا چیزی کاری ندارم. رفقام دائم میپرسن پس کی میاد؟ چی جوابشون رو بدم؟ خب میگفتیم بهتون دروغ گفتم. ها؟ سخته نه؟ اونم برای آدم قد و مغروری مثل شما. طفلی بچه هاتون خونه‌ای که پادگان بشه بچه‌هاش سربازای بی‌عاطفه ای بار میان. جناب سرنگ عاشق شد در بدر شد بانا در بدرش کرد در بدر دروغ بود، اما نمی‌دونست پشت در قصد باید یک سال می‌نشست. چرا؟ نمیدونی، برای اینکه اوشا همینجور میامدن پشت هم نوبت سرگیم. یه تیک سنگه، تو قرار بود برای ما دستبند و انگشتر بیاری. یه تیک سنگ مگه اتو جوب پیدا کرده؟ نه بخیر خانم، مرد خصیص اصلا خوب نیست. شما گوش کن خانم، به این زیبایی یه دست جواهرات زیبا میخواد، یه گردن بند با چهار تا نگین، یه گوشواره شش تا، یه انگشتار زیبا. باشه حالا قیمتش چنده؟ چی از شما پول خواست؟ این اصلا حالا تعارف نکن. چه تعارفی خانم زیبا؟ خوشش اومده حالا دیگه. چقدر هست ببینم؟ زیادم هست، خیلی منو خدا به شما برکت بده، ان شاء الله به پای هم پیرشین. خیلی خیلی ممنون خانم. یانالی مرسی. یانالی خدا حافظ. مبارکه خیلی قشنگه. عجب بانوی زیبایی مادام. اجازه دارم خلوت بانوی رویاها رو هم بزنم؟ برای
برای صورتی که از ماه افتاده جواهرات آسمانی هم لازمه. بی تربیتی نیست اگر چند تا از آثار هنری ساخته دست خودم رو معرفی کنم. خیلی ممنون، من علاقه ندارم، مرسی. عجب انگشتری، چه سحری، عجب انرژی. مادام میشه لطفا یه نگاهی بهش بندازم؟ لطفا. جید اصل کشمیر، این انگشتر رو با هر کدوم از جواهراتم که بخواین عوض کنم. نه با دو تاشون، حتی سه تاشون. نه فروشی نیست، همه شون لطفا. شما که بهتر از من میدونی که انگشترات بدلی هم ارزشی ندارن. نه 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 مادام، نه آثار هنری ساخته ی سرژیک ممکنه شاهکار نباشن، اما لااقل از همینجا ارزان‌ترن. در صداقت سرژیک شک نباید کرد، میتونین از کسبه بپرسین. مرسی، ولی فروشی نیست. حقیقت رو بگم چشمم رو که گرفت هیچ دلمم برد. مادام میشه خواهش کنم اگه قصد فروش داشتید لطفا سرژیک رو فراموش نکنید؟ لطفا. خیلی ممنون، خداحافظ. 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 چه سیری، چه نرش. خداحافظ. خیلی ممنون. نوشه جان، از نوشیدنیتون راضی بودیم؟ خوب بود، مرسی. سپاسگزارم. خداحافظ. کار ما اینطوریه، منظورم هر چند وقتی بار جام عوض کنم. مگه جیمز بوند چه کنه؟ خب از اون داره همشگی میخوایی؟ آره دیگه، باید چی میخوام؟ یه خورده گرون شده بازم.
چند مثلا؟ 200 تومن. 200 تومن. سرژی جان میخوای یا نه؟ آره دیگه، پس نمیخوام. چند دقیقه واسه اومدم. اصل باشه ها. باش. باره عارف پیتزا هرس آره؟ آیلینه خاطر بشیش که اصلا اس آتاشخانه را چودی مارمین تویلات سلا اسه جا را ریم اینج کانل دان بایلی آره چکه نظر که دلبا میکن آی جوخی باد خود استالی چیست کارتون؟ هری خاطر که هری پاتر آنگر اگر حالا اوزوم ایتام کخارده ده بود جدی؟ کاروخ اسمه بام آن اسم آمه کچ قرخه بی وده دینج بسام تاوما تاوما اصغس برنوما اصغس ارو های سینکی نرووما چرمیمان، شد بود از دقیق اینج اصلا مهبان از گومز خب
هری پاتر. هری پاتر آنگلاگه. مادو دار به جیش که مودم داره باید انلوی میشت و خوزک راستاف لستار اینچا اصا یه رو خصفت صفت صفم برگات مد گفه سارک نگاردنه رو از ماشنه رو برده صف گلوخ مدزد شارجاب بر سیرده سولات صف اصام هیمای بربر چی خوست گاسی مباردنر اصا بر گلوخ چهانه مناتصاد بجیش گنری نمو ات گفت خوستیم کس هر کس دیجه که هده خوستون چس لسو ده کس از خپه کری خوسم بادی هد می داری یک گیشه زرک دانج برم جنس دوست چیه گه من کم این چاسار آلیش جان ما دا حک چل نست سودس ال برای را دو که لابس ایمان و اینچ بس حاجه خورد نرید خاپس سوسلی می تجسته استم ارخز کناتسم گا کابین من گلوخ داره لستونی داگ مامیز گرزمان یه تا آیلی موحانا مرو به کوهد چه مابری سلام آقای کیوان رسیدم بخیر کی تشریف آوردی بفرمی آقا یه چیزی میخوریم بگیم براتون بیارم
دیگه ببخشید آقا جین، شب یه کمی به هم ریخته است. سهر صدش شرمنده شما شدیم. دوباره چیزی میگه از این آقا کیوان؟ سیگاری؟ بفرمید. آب به خدا اینا مال من نیست. شما که میدونی من اصلا سیگاری نیستم، ولی اینجا به خدا بعضی موقعی کار زیاد میشه، منم اینجا تنها. بعد بعضی موقعی چند نخ سیگار از این چیزا میگیرم برمیدارم میکش. از اینا بیه چیز بود چند وقت پیش داخل از این بارا که خالی میکنم، نه دست تنها خالی میکنم، سنگین بود. و دیگه رفته بودم دیگه انداختم که دیگه دکتر گفته بود واسه کمره بخوابه همینجا. الو من این فناری واسه تلفن لاستا کبرن ترین که شب زود میام چیز داداش همه گفت دادم این میخواست بیاد یه امانتی از من بگیره ببره برای مامان اینا. کیوان ببخشید، ولی به خدا اینا رو آماده کرده بودم که صبح بریزم به حساب، ولی خب دیگه گفتم تا اینجا اومدیم دیگه الان بدم. عزیزم خیلی ببخشید من شرمنده. خدافظ حاکم. شنبهش براتون میدم. سال 54 بود. بله 54. یه سرلشکر نیروی زمینی رو گذاشتن فرمانده پایگاه یکم شکاری نیروی هوایی. من اون موقع سرگرد بودم و سرنگهبان پایگاه. این تیمساره روز اولی که اومد به پایگاه من احضار کرد دفترش. رفتم. میدونی به من چی گفت؟ گفت سرگون زیر سیگاری اتاق من پر آشغاله. گفتم خب اینا چرا به من میگید؟ گفت تو افسر نگهبانی. گفتم درسته من افسر نگهبانم، ولی این چیزها رو شما باید یا به امربرتون بگید یا به گماشتتون، نه به من. گفت نه تو افسر بی‌انضباطی هستی سرگون. گفتم من افسر بی‌انضباطی هستم؟ من افسر بی‌انضباطی هستم؟ بهتره شما یک سری به پرونده پرسنلی من بزنید. سلام. سلام. باباتون نیستم؟ نه نیست. اون مگکاتی که ساخته بودم، خودم ساخته بودم. گفتش که سفارشی برداد آبکاری کنم. خب پس بگید من این کافی شاپ بغلیم. هر موقع اومدن من اونجا نشستم. خدا آلیس رحمت چیه؟ رحمت یه نگاه بهش بکنه میپسنده. وای عالی شد. مرسی خیلی ممنون. امیر خاندان لیوان آب یخ بده یکی شربت بشه برای خانم.
سلام ماما. سلام رامی. تلفن تو خرابه. هر چی زنگ میزنم که گوشیو بر نمیداری. بابات کجاست؟ کارش دارم. تلفن موبایلش هم که خاموشه. موبایلش تو ساکته. وای اینا چقدر قشنگه. تازه آوردی؟ خوشگلن. کجاست؟ کی کجاست؟ بابات. باش کار دارم. قرار داشت رفت. خب کی میاد؟ رفت همین کافی شاپ بغل با یه خانمی قرار داشت. بله؟ همین دیگه. با خانما قرار میذارم میره کافی شاپ بغل، بعد خانما که میان اینجا من میرم کافی شاپ بغل آب جوش بیارم. آب جوش؟ پس این پدر پدر سوخته دوباره شروع کرده ها؟ حالا نشونش میدم. درو بزن ببینم. خدا منو ذلیل کنه. من که از شما پول نمیگیره. پس چه میگیری؟ ماش میگیری؟ جان یا فرزندگان عالم آدم. الو مسعود کجایی تو؟ نمیدونم باید دعات کنم یا نفرین. ما رو فرستاده شکار، خودمون شکار شد. درست حرف بزن ببینم چی شده. تو الان دقیقا کجایی؟ کمپ درمان اجباری. درمان اجباری یه چیزی مثل توفیق اجباریه. انگار یه قاشق عسل بخوام چی به زور بچپونن تو دهنت. نمیدونم، شاید هم واقعا اونجا واسهت بهتر باشه. فقط چیز مسعود، اون قضیه چی شد؟ شرمنده تا همه جا زیر مأموریتت زاییدم. حالا که بر میگردی؟ فعلا که اینجا مهمونم. همه دنیا خیلی دغل‌بازه. عمرم بتونی حدس بزنی واسه یه دقیقه دیگه چه نقشه‌ای کشیده. فکرشو بکن. یه دفعه سر از
اردوگاه درمان اجباری در میری. اصرا با یه مش آدم غریبه دور هم جمع میشیم، 12 قدم طریقت پاکی رو از بر میخونیم. ما به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر میتواند سلامت عقل را به ما بازگرداند. باحاله نه؟ آره خیلی باحاله. کاش میتونستم مثل تو باشم. محسود حالم خیلی بده. میدونم. امیر جون داره بوق میزنه، بذار یه دعای آرامش رو سات بخونم، هم حال تو خوب میشه هم حال خودم. پروردگارا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم و شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم. دانشی که تفاوت این دو را بدانم. آمین. سلام. علیکه سلام. مادرت چطوره؟ میخواد سر به تنت نباشه. دستش درد نکنه. باش. تا هم این مجسمه ابوالهول بشین همینجور بر رو بر نگاش کن هرچی گفت. مبادا خدا نکرده از من دفاع کنی ها. حناق بنفش میگیری. چی بگم؟ من دروغ نمیتونم بگم. بله. تره به تخمش میره، حسنی به باباش. از این پدر، این پسر. پیش بگو. برای اینکه عشقمو بهش ثابت کنم از فردا میدم مش محمد در اون مغازه رو گل بگیره. میشینم همینجا. بیا. اینم بهش بده. این عینکاتی که خودم ساخته بودم. بله. بله. تقدیم کن بهش. برای خانمه نبود؟ نه خیر. این از اولم به نیت عشق ساخته شده. مراقب خودت باش. اونش به خودم مربوط میشه.
قابلی نداشتم سرنگ دستت درد نکنه خوش اومدی سلام جناب سرهنگ خیلی باحالی جناب سرهنگ اما یک کمی بی انصافی مهمانی بدون صاحب مجلس صفا نداره ببینم سرهنگ دخترت از کجا میدونست که ما هر کدوممون چه غذایی رو دوست داریم ها؟ این قرمه سبزی این دست پخت دن خدا بیامرزم چه خانمی ماشالله ماشالله فرشته است خدا نگرش دار غذای خیلی خوب بیا سرهنگ بیا بشین دوره هم باشین ای کاش به جای این پسر سیویل کلوفت بی غیرت هم یک چنین دختری داشتم سرهنگ دخترت همه چی رو برای ما گفته رو من یکی کم کردی یک گوهره ماشاءالله یک گوهره خوشرو مهربون نازنی بی خود نیه اینقدر تعریفشو میکنی دخترم نه اینام چقدر زود دارن از اینجا میرن مبلتتون رو دوست داشتیم؟ مزخرف داشتیم دوست نداشتیم؟ بله 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 بسیار خوشمزه بود دست شما در نکنیم میشه جان هیچی نداره هیچ ای
بود.